دوباره می آیم که پشت پرده تو دیوان شعر حافظ را با اعتقاد تفاول بخنده باز کنی و من صدای تو را بشنوم که می خوانی تنت به ناز طبیبان فرهنگیان نهایت گرامی و دوستان عالی قدر، محفل امشب را با توله باب شعر که نوای آغازگر برنامه های شش صبح رادیوی افغانستان بود آغاز می‌کنیم. طلایی‌ترین کلید صعود در تالار آشنایی هاست که آن را صمیمانه خدمت شما تقدیم میکنم. عرض خیر مقدم و خوش آمدیدگویی دارم به هر یک شما عزیزان. خوش آمدین به افتخار خودتان.
بسیار خوش هستم که بعد از مدت طولانی همکاران سابقه رادیو و تلویزیون و افغان فلم من میبینم و در پهلویش دیگران که همشان فرهنگیان و فرهیختگان هستند در کشورهای مختلف اروپایی و در شهر هامبورگ حضور یافتند در محفل امشب ما، اونا را هم میبینم، یک خوش آمدید خاص بر از اونا هم میگم. امیدوار هستم لحظات و ساعتی را که امشب با هم یک جا هستیم برای همه شما پر از خاطره باشه و خوش بگذرم. من زیاد حرف نمیزنم، در آغاز از برگزار کننده محفل امشب ما که مدت بسیار طولانی چندین ماه از زحمت میکشن با وجود که مریض هم هستن، با کمک و همکاری دیگه دوستای ما که بعداً شما با اونا بیشتر معرفی خواهد شدین، آقای زلمه رزمی، خواهش میکنم تشریف بیارن با سخنان ناب خود برنامه را افتتاح کنن. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت تک تک شما عزیزان، قبل از همه من تشریف آوری شما را در محفل امشب خیر مقدم میگم و سپاسگزار هستم که مهربانی کردین و صدای من لبیک گفتین و از راه های دور امشب در اینجا تشریف آوردین. باید عرض کنم که در محفل امشب ما علاوه بر همکاران عزیز ما ایده همونطور که فریبا جان گفتن شخصیت های محترم هنری، فرهنگی و معززین حضور دارن که من بر همیشان خوش آمدید و شاد باش میگم. امید است که امشب بر کنار ما با هم یک شب شاد و به یادماندنی داشته باشه تا همیشه خاطره خوش از او را با خود داشته باشه. مطلب دیگه را که باید من به عرض برسانم، میخواستم مراتب افتخار خدا بابتی که افتخار میزبانی محفل به من سپرده شده خدمت شما به عرض برسانم و سپاسگزاری بکنم از همکارای عزیزم که لطف کردن و ما اجازه دادن که من میزبان امشب محفل امشب شما باشم. و همچنان باید همونطوره که همه ما شما میفهمیم که هر کس از خود یک خانواده داره. خانواده یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر. ما کارمندای رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی دو خانواده داریم که یکی هم خانواده فامیلی است و دیگه خانواده همکاران ما هست. ما سالهای سال شب و روز از طریق نشر برنامه های مختلف رادیو، تلویزیون و فیلم های سینمایی مهمان خانه های شما بودیم، چراغ به دست گرفتیم، شب و روز با یک آرمان درونی عشق به وطن و عشق به هنر و فرهنگ سرزمین خود کار روشنگری کردیم. و حال زمانی که از کشور ما رانده شدیم در بیرون مرز هم از دیدن همدیگر خود وقتی که ما میبینیم با آسایش میرسیم، آرام میشیم، خوش میشیم، شاد میشیم و در گذشته ها میریم. و من خوشحال هستم که امشب چنین فضای ایجاد شده که ما یک بار دیگر از بودن با هم لذت ببریم. دوستان عزیز، مطلب آخری که باید خدمت شما به عرض برسانم همونطوره که فریبا جان فرمودن، محفل امشب ما اینو میبینید که میز خطابه نداره، کنفرانس نیست، سخنرانی و نخواد بود و البته که در صورت امکان تا جایی که ممکن است نزد شما خواهد آمدن و ازتان خواهش میکنیم که خوشترین، زیباترین و خوبترین خاطراتتان از دوران گذشته بیان بکنین. البته من خاطرات دارم با خدمت شما به عرض خواهد کرد. مطلب دیگه اینه که باید فراموش نشه این که امین نخستین دیدار ما نیست. ما در گذشته هم چندین بار با هم زیر نام دیدار آشنا در شهر فرانکفورت با هم دیدیم و این پنجمین بار است که ما شما زیر تو یک سقف جمع میشیم
و ما نمیخوایم از کسی نام بگیرم. بسیار کسا زحمات فراوانی کشیدن که به تقاضای خودشان از کسی من نام نمیگیرم. در غیر از او بسیار عزیزایی است که باید از اونا سپاسگزاری کنم و یادآوری کنم. باید عرض بکنم که در محفل امشب ما تنها نبودیم. عزیزای ما با ما کمک و یاری رساندن. ما سپاسگزار هستم از هر فرد شما و خاطر از این که هزینه تان پرداختین یا با شکلی از اشکال با ما کمک کردین، همکاری کردین. تنها زست ما چیز ساخته نیست، همش مسئول کار دست جمعی شماست. من زیاد امتر کرس کردم، سخنرانی نمیخوایم داشته باشم، فقط این شما و این محفلتان برای تا یک شب شاد و خوشایند و خاطر انگیز میخوایم. تشکر و سپاس. تعداد اعضای محفل امشب ما زبیر نیکبین، یکن از آوازخانهای بسیار سابقه دار رادیو تلویزیون افغانستان، ازشان خواهش میکنم که با آهنگهای زیبای خود محفل امشب ما را رنگین بسازند. به افتخار زبیر نیکبین. بعد از تقدیم سلام و احترامات قلبی خدمت شما بزرگا و عزیزان گرانقدر، بسیار زیاد تشکر از محترمه فریبا جان که ما وقت زیره و عرق و قابل تعریف نداشتیم. صرف ما با همکاری که جناب رزمی صاحب گرامی گفتن، ما می ساوند و وسایل گپا و در خدمت هستم، در خدمت شما بزرگا. و بر ما جای افتخار است که در این محفل شاندار و که شما بزرگا که ما خاطرات دوران طلایی دکتر سید نجیبه که ما همراه هنرمندای خوب ما که امشب تشریف دارن در محفل به شمول دکتر صاحب مهربان و گرامی جناب اسد جان بدی که ما به حیث یک نوازنده در افغانستان امروشان همکاری میکردم، امشب تشریف دارن و شما هنرمندای گرامی، نتاقا، ژورنالیستا، فرهنگی های بسیار عزیز و مهربان. Oh, yeah.
آغازگر بسیار خوب بودن به محفل امشب ما. یک دنیا تشکر میکنم. همیشه در کارهایتان موفق باشین. آرزوی سلامتیتان دارم. یک دنیا تشکر. گرچه یاران فارغن از یاد من، گرچه یاران فارغن از یاد من، از من ایشان را هزاران یاد باد. دوستای عزیز، همکاران نهایت گرامی، قسمی که گفتیم امشب شب گفتن خاطره هاست. خاطره ها هم به طور بسیار فشرده و کوتاه باید گفته شود. و قبل از اینکه یک تن از همکاران سابقه دار رادیو تلویزیون افغانستان بیاین و خاطره شیرین خود بر شما قصه کنن، ما در اینجا باسم یک بار دیگر از زحمات آقای زلمه رزمی در طول چند ماه که بخاطر برگزاری همین محفل و زیر یک سقف جمع شدن ما و شما انجام دادن تشکر میکنیم. آقای رزمی شخصیتی هستند که همه با نامشان آشنایی دارن و خودم شخصا ازشان بسیار سپاسگزار هستم. مدت 5 سال میشه که من برنامه نگینه ها را پیش میبرم. از ابتدا تا امروز در قسمت ارسال مطالب و در بخش های مختلف مرا همکاری کردن، ازشان تشکر میکنم، آرزوی سلامتی میکنم. نویسنده بسیار چیره دست هستند، مدیر عمومی توریق بودن در افغان فلم، مدیر سینمای زینب بودن که در اونجا کنسرت هنرمندان بسیار بزرگ از جمله احمد ظاهر برگزار می شد که خاطرات دارن بر شما خواد گفتن. یک دنیا تشکر آقای رزمی، صحت و سلامت باشید. دوستای عزیز، وحید جان صمدزه یک تن از سابقه دارترین همکاران رادیو و تلویزیون افغانستان هستند که سالیان بسیار طولانی در بخش ها و در ادارات مختلف کار کردند، زحمت کشیدند. نویسنده بسیار چیره دست هستند که همه ما و شما با نوشته هایشان بلدیت داریم، صحبت های بسیار زیبا می کنند که همیشه در محافل شنیدیم که با وجودشان می بالیم. با وجود هر همکارم در رادیو و تلویزیون و همه فرهنگیان و فرهیختگانی که امشب حضور دارند در محفل افتخار می کنیم. وحید جان صمدزه، لطف کنین تشریف بیارین. یکی از خاطرات بسیار بسیار شیرینتانه در زمان گذشته که از رادیو و یا تلویزیون افغانستان دارین، برای همکارای ما و به دیگر دوستای ما که اینجا تشریف دارن بگوین، بسیار خوش میشیم. باز هم شما را یک بار دیگر به محفل امشب خوش آمدید میگیم که آقای صمدزه هم در قسمت برگزاری محفل در بسیار بخش ها با آقای رزمی همکاری کردن. یک دنیا تشکر ای شما و ای هم وحید صمدزه. ممنون از بانو ریبا شمال گوینده متبهر و همکار خوب ما، عزیزان و بزرگان و همکاران گرامی، سلام بر همه شما. میگم معاشران گره از زلف یار باز کنید، شب خوش است بدین قصهش دراز کنید. حضور مجلس انس است و یاران جمل و این یکات بخوانید و بران در فراز کنید. ما قبل از اینکه چند تا حرف نابسامان و ناسخته بیان کنم، با وصف از اینکه محفل شاد است و ما از دیدار ستاره هایی که امروز سپهر شهر هامبورگ چراغان ساختن سخت شادمان هستم. هر کدامتان همچنان معینک آسمان شهر هامبورگ پر ستاره و پر فروغ می دارم. به افتخار خودتان کف بزنید. اما قبل از او
با پوزش سه بار میگم پوزش 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 تمنا دارم بر یک لحظه بر چند ثانیه به خاطر کاجستان سبز و سبزینه های زیست وطن ما لخت سکوت کنیم و از آن کاج ها یاد کنیم ما اگر در وطنم نیستیم با وطن هستیم 30 ثانیه سکوت میکنیم بیاییم به پا بیستیم به نام آن کاجستانی که سبزی نهار همیشه خواهد داشت ممنون یک و یک شما سپاس بحر احساس نیکتان و ما پوزش میخوایم جدا پوزش میخوایم مگر نمیشه از واقعیت ها عبور کرد شاد باد این شب و شبانتان شادان باد زیست و روزگارتان دوستان گرامی ما سخت سپاسگزار هستم که به عنوان یک تن از فرزندان مؤسسه بزرگ رادیو تلویزیون افغانستان امروز در برابرتان چند حرف را پیشکش میکنم فرزندی که بزرگترین آموزشگاه زندگیش رادیو تلویزیون نام داشت و هر یک شما با او خانواده بزرگ وابسته هستیم و عضو خانواده بزرگ مادر رادیو و تلویزیون افغانستان ما هم میخواستم اینجا عنوان شد که خاطره بگویم یه خاطره کوچک میگم ما در اداره هنر و ادبیات وقتی در نخستین روزها اونجا مقرر شدیم رفتیم درست سر صبح دوست و همکار زیر بغلش چند فیته و نوار داخل دفتر میشد و همه میگفت میفهمین چی آوردیم دیگران پاسخ نمیدادن میگفتن امروز ما فیتایی از باخ آوردیم سمفونی های از موزارت آوردیم از شوبن آوردیم از شومن آوردیم از چایکوفسکی آوردیم و من بیچاره که نخستین روزهای کارم بود درمانده بودم که یادم ها کی هستن بعدش هم از هر دوست میپرسی دیروز کدام کتاب خواندی و چنین بود که این آن مؤسسه بزرگ که هنوز زیستش تداوم داره بهترین با کمک شماها با کمک هر عزیزی که اینجا تشریف داره هم از بخش تکنیک هم از بخش نویسندگی ایجاد هم از بخش پرودیوس و کارگردانی او مؤسسه سخت شهروار شد او مؤسسه کارکردهایی داشت که مردم بیننده و نگرنده ساعتها بر انتظارش میبودن و چنین است که ما امروز آن افتخار دیروزین اینجا با هم جشن میگیریم ما نمیخوایم زیاد گپ بزنیم زیاد حرف دارم اما میخواستم حضور کارگزاران و برگزار کنندگان جشن امروزی پیشنهاد داشته باشم که نگویم دست خالی بود و این
هرگاه هرگاه همین محافلی که ما دایر میکنیم با نام بزرگ دیدار آشنا، هرگاه هر برنامه به نام بزرگمرد از عرصه و کسوت هنر، دانش، فرهنگ و ژورنالیسم کشور اهدا شود یا مسما شود. ما چند برنامه دیدار آشنا داشتیم و امروز میدانستیم مزید به عنوان سب تایتل نام بزرگی را هم داشته باشیم. میشد از ترزی بزرگ، میشد از لطیفی بزرگ، میشد از برشنای بزرگ آغاز کنیم و این کار است که به نحوی از آنها مزید این که ما دیدار آشنا را نصیب میشیم بهای و ارج بران بزرگ مردان پیش کسوت هم میگذاریم. سپاس از برگزار کنندگان محفل، شاد و شادمان باشین تا باد چنین باد. ممنون از همه شما. خب دوستای عزیز، هموطنان بسیار گرامی، همه ما و شما نوازنده های بسیار چیره دست داشتیم در موسیقی افغانستان و حال هم داریم خوشبختانه. تعداد از اونها از جمع ما رفتن که خداوند غریق رحمت کنه هر یکشانه. اونا نمردن، نامشان در تاریخ موسیقی افغانستان جاودان است و درج می باشد. که از اون جمله یکتن هم ملنگ نجرابی، زیربغلی نواز بین المللی افغانستان که افتخارات بسیار زیاد را به افغانستان تا زمان وفاتش بار آوردن که همشب خوشبختانه پسرشان دعوت ما را پذیرفتن، در محفل ما آمدن، تشریف آوردن، هنرنمایی میکنن که من در این بخش از دوست نازنینم، همکارم، استادم که الگو بودن در زمان نطاقی بر ما، خانم سهیلا اصغری، خواهش میکنم بیاین با زبان شیرین و مقبول خود این بخش محفل ما را پیش ببرین. خانم سهیلا اصغری از جمله ژورنالیستان و نطاقان ورزیده بودند که به دو زبان ملی ما پشتو و دری گویندگی میکردن و میکنن و یکن از افتخارات گویندگان افغانستان هستند که من خودم شخصا به وجودشان میبالم. به افتخارشان. اول خو همه تانا خوش آمدید میگم. خوشحال هستم که بعد از چندین سال و حتی بعضی ها را بعد از چندین سال میبینم. ملنگ نجرابی چه واقعا در زیر بغلی پا و گولو که شهکار کاوه او دیر جایزی هم پر نره که ترلاسه کردی حقا نور پا دی نره که نشتا او ده گوتی نور حقا سه چه مخی و نشی کوله چه زیر بغلی واقع کرد. یادواره از استاد ملنگ نجرابی، نوازنده پنجزرین هنر موسیقی افغانستان. نگارنده زلمه رزمی، خانش متن سهیلا اصغری. استاد ملنگ نجرابی یکی از نوازندگان نامور و بلند آوازه زیربغلی یا تنبک در سرزمین ما افغانستان بود که ابتکارات روی هنر نواختن زیربغلی داشت و به دلیل لطافت و ظرافت و قدرت و تکنیک نوازندگی حیرت انگیز تماشاگران را به تحسین و حیرت وامی داشت. استاد ملنگ نجرابی در سال 1317 خورشیدی مطابق با 1938 میلادی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا چشم به جهان گشود و در دامان پدر هنرپرور تربیت شد که به قول استاد مددی پیشه دهقانی داشت و گاه گاه آوازخوانی نیز میکرد. در ماهای اخیر عمرش از سوئیس به فرانسه منتقل و به دلیل ابتلا به بیماری علاج ناپذیر سرطان شش دوران سخت را گذراند و سرانجام قلب این هنرمند بی همتا که مالامال از عشق و صفا و محبت بود به روز جمعه تاریخ 14 ماه سپتامبر سال 2000 میلادی در یکی از بیمارستان‌های شهر
استراسبورگ فرانسه از حرکت ایستاد و در همان شهر به خاک سپرده شد. استاد ملنگ نجرابی سجایای پسندیده اخلاقی بسیاری داشت. او هنرمند بود متواضع و به تمام معنا انسان پاک طینت. حسادت و کینه در دلش راه نداشت و تجارب و آموخته‌هایش را با بلندی طبع به هنرجویان مستعد کشور ارزانی می‌نمود. هنرمندان نظیر او که صدها هزار نفر با آثار آنها زندگی کرده و شهرت و محبوبیتشان از مرزهای کشورهایشان گذشته است، تنها به خود تعلق ندارند. آنها متعلق به جامعه هستند. هزار افسوس که پس از فقدان چنین شخصیت‌های به ندرت کسی جای خالی آنها را پر می‌کند. اینک او سال‌هاست در میان ما نیست، ولی یاد و خاطره‌های هنر سحرانگیزش با عنوان یکی از ستارگان درخشان هنر برای همیش در تاریخ هنر موسیقی سرزمین ما جاودانه و ماندگار باقی خواهد ماند. یادش گرامی، روانش شاد. و روانش شاد میخواییم. یاد مورد خانوادیشان این است که غلام نجرابی امشاو همراه ماست. ما وقتی دادن دروازه سلام علیکی کردم که تش نمیفهمیدم که یه غلام جان است و آقای رزمی بر من گفتن که اینا غلام نجرابی بودن. آله دوباره دعوتش میکنم که بیایه و سلام علیکی از سرم برش میکنم. بسیار زیاد خوشحال هستم امرای پدر خدا بیامرزتان. در بسیاری کنسرت ها همکار بودیم، نامشان صدا کردیم که آمدن برای استیج و نواختن و امروز نام خدا پسرشان در سرحد رسیده که اینا را هم دعوت بکنم به نواختن. خیر، بیاین میبینیم که نواختن چطور است. انشالله که اگر اتر نباشه کمام نخوره. به افتخار غلام جان نجرابی یک سیر بغلی نابد شد بشه. دوستان عزیز، یک بار دیگه ما سلام و احترامات خود خدمت تک تک شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم لحظاتی که در خدمت شما از طریق هنر زیر بغلی نواختن خود هستم مورد علاقه شما قرار بگیرم و نوازشگر گوشای شما باشم. دیگر زیاد وقت شما رو نمیگیرم. یکی از پارچه‌های پدر رو بنوازم، البته نامش از ریتم بزکشی. این ریتم بزکشی تقریبا با
ملنگ نجرابی را با این ضرب مقبول که نواختن با زیر بغلی تازه ساختن. روحی از اونا خوشنود و بسیار زیاد تشکر میکنیم از غلام محمد نجرابی. دستانشان درد نکنه، برشان آرزوی موفقیت های بیشتر میکنیم. خاطرات شیرینتان خوب دیدم تا میال در دلتان چی میگن رابطین در حافظیتان بیارین که از هر کدومتان پرسان خواهیم کرد و با دوستای خود شریک میسازیم. عزیزانم، همکارای بسیار بسیار گرانقدر، شما با نام و کارکردهای اسماعیل فروغی آشنایی دارین. با چهره آرام مظلومش فکر میکنین که هیچ کار را انجام داده نمیتونن. نه، برعکس. اسماعیل جان فروغی نویسنده بسیار خوب، مجری بسیار موفق، برنامه ساز بسیار موفق که سالهای گذشته در رشته رادیو در کشورهای آلمان، بلغاریا و چک، اشتباه نمیکنم نه؟ آموختن. بعد از او که به افغانستان آمدن در سال 1977، بعد از ختم تحصیل اینا به رادیوی افغانستان همکاری خود آغاز کردن که در اداری ارزیابی و پروگرام ها مدت بسیار طولانی کار کردن و همچنان نویسنده بسیار برنامه های تلویزیونی بودن و همچنان مجری یک برنامه بسیار دلچسب که هفته یک بار از تلویزیون ملی افغانستان پخش می شد، ساعت با شما نیز بودن که بسیار با زیبایی با همکاران خود پیش می بردن. امشب این بخش برنامه را به عهده از نام سپارم که وظیفه‌شان معرفی سیگنال های برنامه های رادیوی افغانستان با آوازهای نتوقان سابقه دار کشور است. از آقای فروغی خواهش میکنم تشریف بیارن و همچنان فراموش نکنم که با آقای زلمه رزمی در قسمت برگزاری محفل اینا هم همکاری کردن، بسیار صمیمانه، بسیار مخلصانه که من هم ازشان اظهار سپاس میکنم. به افتخار اسماعیل فروغی. بسیار تشکر. ما هم افتخار دارم که در یک مجلسی که همکارای عزیز ما از سالیان بسیار پیش تشریف دارن، وزیس رویگر تشریف داره، وطن دوست تشریف داره و هر یک از همکارا و پرودوسرای عزیز و نتاقای عزیزی که برای هر کدام از اینا ما شبها و روزهای خستگی ناپذیر کاری داشتیم، در بخش های مختلف کار کردیم، افتخار کار کردن که شاید بیشترین نتاقا از بخش اخبار گرفته تا برنامه های ادبی اجتماعی که ما کار کردیم که بیشترین نتاقا سر کار داشتیم. این بخش وقتی که لطف میکردن رزمیز قسمت از وظایف به دوش ما سپردن، من گفتم خب وقت هدف پخش خاطره ها باشه و حال هم که اونجا همکارای عزیز ما می آید و خیلی از فرهنگ دوستای عزیزی که سرکارشان کت شعر، کت ادبیات، کت مسائل هنری فرهنگی بوده تشریف میارن، بیاین یک کار میکنیم که امی خاطره های سالهای قبل زنده بسازیم. ما اینجا وقت جمیله جان شیرزای مثلا میبینم. جمیله جان شیرزای یکی از پرودوسرهای زحمتکش و پرکار اداره هنر ادبیات. مخصوصا شاید این از خاطر ازی گفتم دیگر دوستای عزیز دیگه ما اینجا پرودوسرها و نتاقای عزیز تشریف دارن و جدا از حضور سایبا جان که همکار همیشگی ما بوده و دوست صمیمیم از آمدن شفقیار صاحب، از فوزه جان و از هر کدامشان من بسیار افتخار میکنم و خوشحال هستم که در این مجلس با هم تشریف داریم هستیم. من گفتم بیاین که من اوقدر خاطره زیاد تحافظیم ندارم، خاطره جالب اگر باز بگویم باز اونم یک خاطره که چندین بار بعضی وقتا که من مصاحبه شده گفتیم که
اونمو اشتباه کلانم است که ما و آقای میترا، حسین میترا تهیه کننده مسئول یا پرودوسر برنامه ترانه و سخنها بودیم. هر روز کوشش میکردیم که برنامه که میسازیم مطالبش که موسیقیش همخوانی داشته باشد. امروز یک مطلب در باره فواید شلغم داشتیم. ما حسین جان را گفتم، حسین میترا را گفتم سبت که تو کلا ما یک آهنگی نمیدیم این کلیم است که ما برم از آرشیف دوان دوان آمدم طرف آرشیف که از صدیق خواستم که اما آهنگ جیل خانم رخشانه را خبر ما بده آهنگ با گفتم کلام گفتم اما سعی البته من چیز نتونستم گفتم اما آهنگ دانه دانه که آورد میره وقتی که مطلب در باره فواید شلغم نشد شد وقتی آهنگ میشنیم که اصلا ما چقدر ساده او شبنم دانه دانه میگفته و در حافظه ما او بی موجب شلغم شده بوده. ولی گفت منه کار ما وظیفه ما یک ذره زیادتر اینجا است. گفتم من اینم یک خاطر تکراری دارم و او قدر جالب نیست، اما ما چیزی را که آماده ساختیم امیدوار هستم که خاطرات هر یک از شما عزیزا را زنده بسازه. شبایی که با آرامش میخواستین شعر بشنوین، روزایی که میخواستین با توان بیشتر برای کار حاضر شوین، و یا میخواستین عبادتتان با شنیدن یک تلاوت قرآن عظیمشان رنگینتر و زیباتر بسازین و مقبولتر بسازین. من بعض زگنالا را پیدا کردیم، زگنالا را اول موسیقیش نشر میکنیم، ببینیم که چقدر از دوستایی که علاقمند رادیوی او وقت بودن. این مجلس ما مجلس کاملا خودمانی رادیو و تلویزیون است، برای دوستایی که تشریف آوردن درک میکنن که بیخی اونمو گفای به اصطلاح مسلکی خود ماست. امیدوار هستم چون رادیو همونطوری که دوستا گفتن پیوند کرد کل خانواده ها داشت و یک حیثیت معلم برای کل خانواده ها را پیدا کرده بود. هر چیز از زراعت تا مسائل شعر و ادبیات و نقد در رادیو میافتم، و اگر میخواد درب شعر بیشتر به دروازه شعر به یک دروازه رادیو ضرورت داشت اگر میخواست که بیشتر به خانه شعر داخل شود. و او خاطر نقش رادیو بسیار برجسته بوده. ما اولین زگنال نشر میکنیم. البته در اینجا یک توفه هم در نظر گرفته شده برای کسی که بیشترین سم بگیره در برنامه و بسیار سوالای جوابایش بسیار دقیق باشد. من امیدوار هستم آقای اسد همدرد که ما را واقعا بسیار کمک کرد در بخش های مختلف ساوند، البته در پالوی آقای نیکبین. اسد همدرد هم خودش صاحب یک رادیو و تلویزیون است که از تجاربش ما میشه استفاده کردیم و در این بخش ما را خیلی کمک کرده. ما امیدوار هستم اولین سیگنال را نشر بکنن، بعدا میبینیم اولین صدا را. دوم دست نه فرید جان فرید فرازوی کلایی آه نه از هر چمن سمره یا یا دست دست شنمی از هر چمن سمره آفرین. خب برنامه در پنجشنبه اونجا من نشر بشد بله آدم چیز میکرد گرد میسازه. بعدا درباره از شما سمانی میگم. حالا ما با صدا نشون میکنیم، ببینیم صدایش کی میشناسه، کی خوانده هم این زگنال را. از هر چمن سمانی حالا من
سایلا جان پشت خودت از حسینی نیست خدا بالا بالا که بالا اسماعیل جان این طرف ندیده ما اداره هنر و ادبیات تقدیم می کنم ولی حسینی والا اول بود ببخشید من این طرف ای سعی نکدم ولی گناه خود من نیم دار دیگه تمایش رو سعی نکنم خب برزی وقت زیاد نگیریم پیام صبحگاهان کی میخواد بوده؟ ها؟ نه بله مصطفی هاشمی آخری شرط شروع میکنیم فقط دیگه باز آخریشه موحنه را نه از این طرف کس می بامد چه؟ فرازوی تلایی نه با این حال میگه برکان سر رادیو درامی صدا هستی هست این صدا کی می خواهد؟ نوری آفرین ملاله جان نوری ملاله کوهستانی نوری خب این حال یک سه صدا هست یک کنیم دقیقه زیاد نیست وقت تانه نمی گیره امیدوار هستیم این صدا ها هم صدا های ماندگار است و شما کمک بکنه که خیلی از سالهای بسیار خوب تو دانه بیادتان بیاره قد پیش پی آورز زیدی نو زمانی قد پیش پی آورز زیدی نو زمانی زغلی از ما لبری و سر سمی ترانی لیگم لهر گام سر لخکر ده ارمانونو ساتم راتون کتر ده رزم نشاهی لوگم لگه باد سباون ده یار بزلفو لوگم لگه باد سباون ده یار بزلفو وارم ما تولو ده زنزیت بهادی آقای آیتی آسان بسیاری و نمایه چیز سبای جاودانه داره تو یه منظره دیگه 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 در کنار کارگران و بعد دیگه دوگران و همه ایتن ایتان رو خود کنند و خدای پاک را شکر می کنند که یک جام با ارمغان علم و هنر خارج دادن برش و تنها از این دوگرافی این چاپ اگرام مختلف بلکه قدر خط رو و حتی خوش داری با تشخیص می کنند بله ها خب من در مورد هر کدام از این برنامه ها آماده این گرفته بودم گپ بزنم چون در شروع پروگرام ها 6 سال ما کار کردیم و در مورد این شخصت هایی که صداهایشان ما یادداشت کردم بیرون کردیم یک صدای دیگه هم دارم که این هم بسیار آدم جاودان است در تاریخ هنر و فرهنگ ما در این سفید تلایی تلاییش نامش نوشته شده نقل هم است همین صدا را هم نشد میکنیم بعد از اون مهد کرده معنی به خود داره یعنی که زندگی برای زندگی کردن می باشه به زمینه همین فلسفه و ادبیات و هنرهای زیباست که مانند پوش قندی که برای یک دوای تلخ میگیرند تا به آسانی قد شود زندگانی را قابل تحمل برای ما می سازد ملاله جان کوهستانی جایزه را می بره و خدا سایلا جان آخری شد تو دست بالا نکنید نه مزاق میکنم
توفه شما یک اشتراک یک ساله مجانی در مجله بانو است. آقای میر مسئول کارهای فرهنگی و مسئول مجله توفه دادن و برنامه و این خدمت شما تشکیل میکنم. دوستان عزیز، هارون یوسفی را بیشتر بهتون معرفی نمیکنم، خودتان از من قدر بیشتر و بهتر میشناسینش. اگر که وزیر سویجی است، مهین سویجی است، خیلی پیشم سیر خوب هر صورت. خب، گفتم که خاطره جالبه که بگو از تلویزیون. وقت هم سا جدی گفته که من خاطره چی دارم و چی دارم. روی گرس پیش نگم. وقت رئیس تلویزیون بودم، نشرات هر روز دوشنبه ما جلسه داشتیم. مدیرای عمومی می آمد و می گفت که این هفته از شعبه فیلم خدا ببخش از روی را گذره که چی فیلم داریم، یا از شعبه روزنه یا دیگه شعبات. مدیرای عمومی می گفتیم کس دیگه را نماند. در این وقت در وقت جلسه همین سکرتر آمد و فیوزویستی به نفر بسیار عاجل کار دارم. ای عزیزجان فروغ بود که ما را به نام راجشکنه می گفتیم. یادت هست بایی جان؟ راجشکنه آمد و دیگر کنه این مدرهای رو میشیشتم و گفتیم چی گفت هست؟ و فیوزویستی همین همشریت دیروز در موتر شاندم، در تاکسی بردم، در کارتی سه، کارتی چار، یک خانه خالی پیدا نکردم. یک اتاق خالی همشریت بردم. یک قسم چی شدم؟ نکنم زوری را گذر خدا باشی بسیار خنده کرد. گفتم آده چی میخوایی؟ یک قسم عبید روزه گفت که همشریت منظور منظوریت خانمش است. گفتم خود چی میکنم؟ گفت اگر اجازه بده میدید ما اجازه نداد، اگر شما اجازه میدون برو. و این خلاف شد و رفت کن و زوری را گذار دیگه خدا گرفتن نتانست از خنده. یک روز دیگه باز کنم چیزی بود یا آمد همین عزیز فروغ گفت که یوسفی سه کوپونی همشری گم شده، اجازه بده که من برم برشن کوپون دیگه. منظورش باز خانمش بود. ای از جمله چیزای جالب بود که امیجا خنده کردن. بس تشکر آقای یوسفی. از جمله همکاران سابقه دار رادیو افغانستان فوزیه جان رفعت، بسیار خوش آمدید. بسیار خوشحال هستم که دوباره شما را میبینم. خودتان اگر بهتر برای حضار بگوین که پرودیوسر کدام برنامه بودید و غیر از این چیکارهای دیگر را در رادیو افغانستان انجام میدانید. با جان خوشحال هستم بازم که این چهارمین برنامه است که از دیدارشنا و همراه امکارا دوستا بازم میبینید. ما پروفسر اندره بشیر جان کمال با پروفسر پروگرام کارگر بودم و پروگرام زن با دیدارشنا ما جان رفتم پروگرام زن هم کسی هم که هم پیش می بردم و جبیل پنام رفتم. ساده نبود یک برنامه رادیو چی تلویزیونی؟ خب بسیار آدم خواهد اخصان خلاب باشه سانه جان سریفه جان مخصوصیره یک بسیار بسیار خنده کردیم، بسیار وقت خوش برای ما تیر کردیم. گفتی دوستای ما دوران طلایی بود و همه ما خاطرات خوش داریم. خوب یک دو دقیقه دیگه هم معلمه رو وقت بدیم قبل از صرف غذا. در این میز هستم، نمیخوایم که فراموش شود که هیچ وقت نمیشه. نورمای سالک یک تن از پرودوسرهای بسیار موفق تلویزیون و در فهنوش گاهگاه گویندگی هم میتلن. بسیار خوش آمدی نورمان جان، صفا وردی از کشور دنمارک آمدن. اگر کوتو یکی از خاطرات بسیار جالبت در رادیو و تلویزیون برای حضار عزیز قصه کنی خوش میشیم.
فریکو جان در اوجه خواه عروض یک خاطره بود در ماما پیشتر بزایم شما نشدم یک خاطره میخواستم در باره ایاتی سکنم و دفتر موسیقی تلویزیون بعض از اون ارمندان خواه کارمند رسمی بودم یکی از این افکارهای بسیار عزیز و نازنین ما زنده یاد زایر و ایدا بود که بیهد و بیهد و بیاندازه دوستش داشتم دوستشان دارم یک روز من دفتر شیشتا بودیم پس برشان اول آورد که ایاتی صاحب رفت بخیر از افغانستان زایر و ایدا هم دست چی ایاتی رفت همین سر خود پایین که دیدم که از این طرفش عشقش جاریست و برای ایاتی صاحب گریه کرد یک وقت به مکتب بودیم منوز را تلویزیون کار نمی کردم پهمان رفتیم سرک اسکارت بودیم یک موتر تیر شد گفتن که دمی و موتر زای ویدا بود ما دیگه یک خوشحال شده بودیم مرج پیش سوپه خود می رفتیم که ما در موتر زای ویدا را دیدیم یک موتر تیر شد اون زای ویدا بود اما رو میگم چقدر خوشبخت بودیم ما که یک مؤسسه بسیار خوب کار می کردیم که قدر برای هنرمندان نقاشا ژورنالیستا و عزیزایی که افتخار دارم و کمرشان کار می کردم و زمان شد که زنده یاد زایر و ایدا کار دفتر ما شدن سات ها می شیشتیم قصه می کردیم و دوستشان داشتم و دوستم هم داشت زیاد خاطر از هم هم دارم گفتیم از و ایدا سوام یک یاد آور می شود بسیار تشکر بوری از اونا شد و شما صحت و سلامتی و موفقیت های بیشتر و ایدا جان یک تن از همکارای رادیوی کابل بودن پرودیوسر بودن بسیار خانم فعال کاکه فیشنی بودن در اون زمان که حالا هستن موهایشان در رادیو تلویزیون نام داشت موهای ویده میگفتن بسیار خوش آمدید و دوستای عزیز همکارای گرامی ما امی وقتی که طرف تالار رادیو افغانستان میرفتید آینه هایی که در دو بغل بود یادتان هست؟ اونجا در جای تیم ما دخترکای نوجوان بود صبحانه وقتی که زیر امضا میکردیم از اولین دوستای رادیوی خانم فهیمه همراه من بودن که بعد از زیر امضا کردن اینا هم پرودیوسر گوینده بودن در رادیوی کابل و افتخارشان پیش آینه استاده میشدیم فیشنهای خود تازه میکردیم بازو طرف بچه ها میامدن خود خلاصه یک زمان تیم و تیم بازی بود که نتیجه هم نداد متاسفانه اما فهیمه جان از اینو خاطرات گذشته یادم اومد غذا و ماله هست همه رو بستر توش دعوت میکنم با سرکشی های خوب برای مهمانان عالی قدر با سلام دوباره بخش دوم محفل ما را آغاز میکنیم که صحبت‌های کوتاه با همکاران رادیو و تلویزیون و معرفی آنها با شما و موسیقی امیدوار هستم که ساعت دیگه را که با ما هستیم بازم بر شما خوش بگذره و پر از خاطره باشه با ما باشید خوب همکارای عزیز دوستان نهایت گرامی در پروی وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ آقای محمدالله وطن‌دوز معاون کمیته دولتی رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی قرار دارند که تشریف آوری شدند خوش آمدید میگم بسیار خوش هستم که شما را میبینم از کجا آمدیم آیا اولین بار به این وقت اشتراک میکنیم یا اینکه در مفرهای گذشته هم شما بودیم من راجع نشدم تشکر از شما فریبا جان ما از دماغ آمدو و خوشبخت هستم که اولین بار آمدو برای جنرد بسیار خوب
وقتی که در کنار وزیر سرمالی های نشسته از دوران گذشته چیزه به خاطر طالبی های؟ یکی شما امنی سرمالی ما سمیت کارو نیست اگر نیرو تو آیا رهبری سرمالی کوره نشونیم اینجا شما رو رهبر کنیم اولی خاطره اینه که من ایست که در مقاطعه شما خود بیرده ما هم در خاطره کنم بشنه تا شما رو عزیزی کنیم بسیار ممنون بودیم، بسیار زیبا بودیم، بار بیدیم و از این در زیبا تشید قربانتان محبت داریم، یک دونه شدم بسیار خوش شدم که آمده این تشریف آوردیم بعد از مدت های طولانی شما رو میدیم در تان آرزوی سلامتی میکنم و همه عزیزان خب آقای سید احمد فرداش یک تن از نوازنده ها و آوازخوان گروه ترکمن بسیار خوش آمدین آقای فرداش شکر از شما که به من وقت دادیم من امروز بسیار زیاد خوشحال هستم همه همکارانی که در سالهای پیش با هم همکار بودیم چی دوستای تخنیکی ما بودن و یا چی دوستای ما که در بخش نشرات کار میکردن در افغان فیلم راژیو و تلویزیون امروز اینا رو در یک جمع میبینم بسیار زیاد خوشحال هستم افتخار میکنم به این روز و به این کسانی که اینطور محفل ها را راه اندازی میکنن بسیار زیاد ازشان تشکری میکنم سلامت باشن زنده باشن از شما فریبا جان بسیار زیاد تشکر که برنامه را بسیار به صورت خوب منظم شروع برنامه تان با همون طولی راژیوی افغانستان شما شروع کردین این قابل افتخار برای همه شما زنده باشید بسیار زیاد تشکر آقای فرداش خوشحال شدیم از دیدن شما هم در وقت زمانش کارهای کردیم که خدمات شما قابل قدر است آرزوی سلامتی به شما داریم یک دنیا تشکر انجینیر عبدالرحمن پنشیری یک تن از انجینیران بسیار موفق تلویزیون افغانستان دینی مدت 40 ساله ایچ از افغانستان شور نخوردن امونجا بودن و خدمت کردن کارهای مصمر انجام دادن بسیار خوشحال شدم از نزدیک میبینونتان بسیار جان ولی یکن از انجینیران بسیار برزیده در تلویزیون افغانستان هم در محفل ما شرکت کردن بسیار جان بسیار خوش آمدین از دیدن همکارها حتما خوشحال شدیم و چی احساس دارین همین لازم احساس داریم که ما همیان پس نمون وقت را فکر میکنیم و تقریبا ما 30 سال دیگه جوان شده با امید دیگه خدا فریب ندیم خدا شکر که باید برگیم بسیار خوش آمدیم خوش شدم از دیدن تان از همه عزیزان تشکر میکنم و یک تن از پرودیوسران بسیار موفق تلویزیون افغانستان برنامه ایشان که من هم پیش روی بردم باز یک چند برنامه را پیش بردم چون وقت ازرد پختم نبودم و تجربه هم نداشتم بازم بهترین برنامه هست برنامه در تلویزیون میدادن وقت دیگه نداقا میزدن به هر حال آقل جان سر برنامه کاروان گله بسیار خوش آمده این خوش فرهنگ مردم هم کنم بسیار خوش هست بله اسم آقل عبدالرحمن هستم در گناه را داده بجود و دو برنامه را میستم کاروان گله و کاروان بسیار موفق آمدیم به یاد دارم که هنرمندا دعوت میشد امروشن صحبت ها میشد معرفی میشن در سن موسیقی هم پخش میشد بسیار زیاد تشکر خوشحال شدم از دیدن دوستان عزیزم که در اون طرف هستن بعد از پخش ما بگمی نیز یک تن از نتاقان پشتو که در تلویزیون ملی افغانستان بودن بعد از در تلویزیون آریانا رفتن و تقریبا 5-6 سال پیش من وقتی که من افغانستان و تلویزیون خورشید کار میکردم یکان سر به تلویزیون ملی به خانه اصلی خود میزدم و واقعا آقای مدقق چندین بار از من پذیرایی بسیار گرم کردن تمام افغانی خواستن به دفتر دعوت کردن که اونجا هم تشکر میکردم ازشان و حال هم جا دارم که باستم از شما تشکر کنم بسیار خوش آمدیم مدت بسیار کوتاهی میشه که بعد از تغییر رژیم یا سقوط جمهوریت به کشور آلمان آمدن بسیار خوش آمدید تشکر فریبا جان دیر امانون لطاسنه اول خوبل سلامون و احترامات طور دوستان قبلات کن
سفر ډیر خوشاله يم چې د افغانستان د ملي ګډ تلویزیون نه او نه گزاران افغاني امپران څخه په مکتب کې وو په وخت کې نه په افغان او نور کارمندان سه تلویزیون کار کوو نو زما د کوچنیوالي نه شاوخوا سه نه تاقي وکړم او یوه نه تاقي سه بعد زه نه تاقي نه آغاز کړم برای تلویزیون د ملي یو وخت رئیس رئیس نشرات د افغانستان بودم رئیس نشرات تلویزیون بودم تا آخر ماه دو سه تیم دیگه بودم در مدت رئیس شبکه خبری تلویزیون آقای نامون سرچ کرده بسیار خوب شبکه میشه بودتی این بارمون رو بین اشنوما میشه چی بوده و چه قسم رسال دیگه خدا بارمون سیاد هم بوده بایی شده بطر یا رفت رو مشکل بودم نه برای ما امرای اول به پیام برای دوستا بودم که نیمدان هم کارم آشنویات در بخش آرشیف را دید تلویزیون ویدی دوستا اکثرشان شاید تصویر داشته باشند آرشیف تلویزیون و آرشیف رادیو دیجیتال شده دو سه کافی در جای مختلف مختلف حفظ است هم آرشیف رادیو هم تلویزیون یک سرور بسار کلان برش جور شده یک میتادیت های جور شده در تلویزیون ویدی قابل حفظ است و در جای مخصوص هم همطور نگهداری شده دو سه کافی یک بیان فری است که ما دوستا مقصد یک تشویش اکثر دوستا باشن تا شیش دوست دار باشن این پایان است و خاطرات بسیار زیاد دارم خب خاطرات میفهم زیاد داریم و از این کارهای دوست تشریف آورده در مقل امشب ما چشمای ما روشن شد بسیار خود شدیم بفرمایید خب یکی یوسفی سبت یعنی که ما در رادیو تلویزیون وقتی که نو نکار فیلا آغاز کردم سمیر سعیم هم کارم و خیلی در کانادا یک روز ایلان پاوتی پشتو را ما میخواندم در مستقیم و سمی سعیم در ایلان پاوتی یک جای آمد که خوی ایلان هم کمال خواند که پسران کاکا و اصلا پسران ماما بود که پسران کاکا یا ویا پسران ماما یا یک امکار با یک روز در ایلان آمده بود که نسبت وفات بریدگی تان بودن تو هم یک تیز سرش آمد میگه نسبت وفات بریدگی تان و یک خاطره که زمانی که سال 2001 شد من او گویندگی میکنم با کار گزارش بری هم آغاز کردم یک روز به دفتر وزیر صاحب شاکر کارگر وزیر آب برد بود رفتم کار گزارش بری همی تیپ های کلان کلان برما داده بودند که کار نو شروع کردیم وقت مصاحبه وقتی میخواستم که پلی و ریکارد یک جایی بزنم او در پلی رفته بود که ریکارد نشده بود 25 دقیقه مصاحبه کردیم در آخر وزیر صاحب بود ببخشن که تایشتان در پلی هست آتون وزیر صاحب ما در پلی هم سر میکنن با دو دستر باز مصاحبه را گرفت بسیار تشکر بسیار خاطرات دارد تشکر میدونم میایم خسته نشده باشید میریم سراغ موسیقی با آهنگهای زیبا و ناب تیموشا سموزای تیموشا سموزای مشناسیم دوستای عزیز آجت به معرفی بیشتر من ندارد که از فامیل هنرمند نوازنده بسیار چیرده است که از سالهای سال است به افتخار تیموشای سموزای دوستای بسیار عزیز و گرامی بسیار خوش آمدیم من خوش هستم که در مقابل شما قرار دارم البته ناگستان امانه که من بسیار صمیمانه تشکری میکنم از محترم زلمی جان رزمی دوست بسیار عزیز و گرام خطر من لطف کردن و عزیزایی که مرا در اینجا دعوت کردن همین شما سپاس میکنم بخاطر از اینکه اولین بار است که من در شب رادیو تلویزیون ملی یا کارمندای رادیو تلویزیون ملی اشتراک میکنم Sagama pada pagare ni reisa Ni sagama pada pada panida mama mama panida pada pada sare gama gare sa gare sa sa Mohabbat as ke dil ra نمی دهد آرام و اگر تکیست که آسودگی نمی خواهد
شدم عمری سما کامل شدم عمری سما Yo
و آقای ناصر آریان خود. آقای آریان اگر لطف کنیم تشریف بیاریم. آقای آریان یک در از کارمندان سابقه دار رادیو تلویزیون افغانستان هستند. مدت بیشتر از 10 سال است که برنامه تلویزیونی را به نام پنجره اروپا در شهر هامبورگ از طریق تلویزیون پیام افغان پیش میبرند، زحمت میکشند، خدمت میکنند که واقعا خدماتشان قابل قدر است و من همیشه وقتی که برنامه های شما را میرم، کارهای شما را میگیرم، درس بزرگ ازش میگیرم و شما یک الگو هستید برای ما. بسیار خوش آمدین، اگر گفتنی دارین بفرمایید. تشکر. ابتدا ما از برگزار کنندگان این محفل باشکوه صمیمانه سپاسگزاری میکنم، از آقای زلمه رزمی، از خود خانم فریبا شمال و از همه دوستایی که در راه اندازی برنامه زیبا همکاری کردن. در یک کلام راستی هم که رادیو و تلویزیون افغانستان مهد پرورش بهترین ها بود. بیاین که سراسر سیاه و سراسر سفید نبینیم. یقینا رادیو تلویزیون افغانستان گذشته بسیار پر افتخار دارد. بزرگوار وزیر صاحب ما اینجا تشریف دارد و محین صاحب ما تشریف دارد. عبدالله اعتمادی یک نام آشنا که نامش با احمد صاحب میخوردم نیست در جمع ما هستن. بسیار خوش آمدین آقای اعتمادی. سپردیم گفتنی اگر داشته باشین بفرمایید. بازم بسیار بشن من باقید در بسرم خاطرها زیاد است. اونجا خاطره 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 زیاد است. داد پامیر، داد بدخشان او هندوکش میرمونه. تشکر.
بسیار عالی. خاطرات گذشته از دست رفتیم. بسیار تشکر. خوشحال هستم صحتمند می‌دونم. موفق باشید. همچنان در این میز یکی از نتاخان پشتو، نتاخانی که همه شما با کارهایشان، چیزیشان در تلویزیون افغانستان و رادیوی افغانستان آشنایی دارید. محترم نجیب شفقیار. آقای شفقیار، خوشحال هستم از دیدنتان. بسیار خوش آمدید. ممنون شما و دوستایی که اینجا حاضر هستند. سلام میگم تقدیم میکنم خصوصاً از آقای رزمی که یک گونه یک نشست بسیار عالی را در اینجا کار کردن و ما را بعد از چند سال باز هم با چهره های آشنا و دوستا از آقای دوباره دیدار میکنم. حالا میخوام خاطرات بگویم. اگر کوتاهی خاطرات من از داری نداری و خاطر داشته باشیم برای دوستان شریک بسازیم خوب بشن. خب دیوت خاطره من یک وظیفه که من داشتم در پاروی البته نتاکی که در رادیو تلویزیون بود ما را انانسر ساخته بودن. من و آقای پارتین در منطقه جشن شاید دلچسب باشه برای دوستایی که اینجا هستن و همسن سالم هستن. اونجا یک اداره کنان بود داره کارمیشن وزارت اطلاعات کلتور ایجاد شده بود که در اونجا ما اعلانهای مفقودی و ضروری را در ساحه چمن حضوری اعلان میکنیم و او را بر تانینال ما میخوام خدا کنه باید ماده باشه شاید بسیار برای دوستای از این جالب باشه. بله آقای پارتین مو باید مو کنگ در اطلاعات و کلتور در وزارت پر مزدید انفارمیشن در اداری آفرین رانو و خاریانو خل ضروری و مفقودی اعلانون کولشی دیده اداره نخوا فارقی همشهریان گرامی شما صدای ما را از اداره انفارمیشن مربوط وزارت اطلاعات و کلتور در ساحه چمن حضوری مشنوید. اعلانات مفقودی و ضروری خود را از طریق این اداره به سمع همشهریان گرامی در ساندن میتوانید. فکر میکنید کافی خواهد باشید. بسیار جالب بود. بسیار عالی. از من دوستای ما که اگردی الان شما خاطره داشته باشم دوباره تازه خاطره شده است. میشه یکم نفر کسی را گمتر باشم دوباره از داری که ما یاد باشم. حتما خاطره خوشم. بسیار تشکر میکنم آقای شفقیار. از روی تو تشریف آوردید. سلامت باشید با خانواده تان. خوش و آرام باشید. آرزوی بهترین کار را در تان بفرمایید. برنامه کودک کسی بیان دارد؟ فرمای کارتونی، شیر، فرمایی بسیار خوش آمدیم در آقای جان. گفتنی یه داریم؟ یک گفتنی یک کارم از خاطری که داشت رو کنم نتاکیرم وقت پروژیسیان شان بودم در این طرف مجرم کنم کنم در و شبیه نتاکوم بخواستیم نتاک بخواستیم که بخواستیم نتاک بخواستیم یاد آمیات بخیر که مدیر میلیون بودن و گفتن که خود چرا نمیخوایی بخوایی؟ من که سنا خواهی شفر شده نکنیم باید که در باید باید در بیدوش شروع شمن و یاد سرون یا چونی؟ که چون بکنی نتاخوه یا تنفینا اونا بودن سنامره یک پریاد بودا بخشم و آمیان شروعی کار مانوی هستم و باید بود که من را گفتم که نمیشه همه این کسی بشه کنم که همون را کنم با پایین بیا بیشو کنم اما بود که زین هم کنه رفتن و مکان رو و راستی که شما مشکل بوده که برما که این چی وقت قبل میکروفون را اینا شده و مکان را رفتن از در کسی که از بیشو کنی کنم و به دو خوب برای چکرم یا آفتر از اما برما بسیار مشکل بود خوب خواهد ببینید که چه میربان هستید میربانی تا دایم و همیشه موفق باشید سر سلامت خانم فقیر بسیار خوش شدید از خانم بانو بهار خواهش میکنم که دو آهنگ اجرا کنند و رنگینی محفل ما بیفزاید آن را کنند و آهنگ شاد کنید خانم ها امیدوار هستم در درست از دور میمونی
تلویزیون مسئول تلویزیون ویدیو داش که اثر اوکر اونا تشویق شد واقعا وقت بیننده بی ما هم با برنامه دیگه در زمان 30 سال قبل همکاری داشتیم که خدمات کردیم فراموش نشدنی و ما افتخار می کنم به شما. خواهش میکنم تلویزیون شما خدا خود شما تک برنامه صوت موفق هستید. همیشه برنامه شما رو ببینیم و ناصر جان آریان و احمد جان شهید نام خدا را چقدر تخلیق و اندازه برنامه رو خوب ساختن که برنامه زیدی و برنامه کیاردی آمان نام بلندتر از تخلیق برنامه جان شهید و اختبار احمد جان شهید که حاضریم واقعا شهید شهید بسیار تشکر. چهره های بسیار آشنا سریا احمد زین نطاق بسیار برجسته در بخش پشتو که خدا بیامرزه شوهر سابقشان آقای پتیانه مدیر نطاق ها بودن از کشور سویدن تشریف آوردن خوش آمدن صفا آوردن اگر گفتنی دارن خاطری دارن از دوران نطاقی خود دوستان بسیار بسیار عزیز، ما بسیار خوش هستم که فامیل بزرگ خودم رادیو تلویزیون و همکارای خودم میبینم. برام کسی را که ما سلام ندادیم از قید قلم به اسلام آنده دوباره سروران عزیز خودم یک سلام گرم بر کن میکنم. دوستان عزیز، ما در شرایطی در افغانستان کار میکنیم که بسیار روزای خوبم داشتیم و بسیار روزای بدم داشتیم به تلویزیون از نگاه وضعیت ناامن که ما کار میکردیم. یک خاطری بسیار جالب برتون میگم، شاید بر شما بسیار جالب باشه. یک روز وضعیت در رادیو بسیار اگر هم خراب بود، کوشان صاحب بسیار منتظرش بودم که میشه ببینم. پیش روی ما آمد و من میخواستم برم پروگرام ثبت کنم، گفت دختر چی میتونی این طرف تر بگردی؟ وزید که خواب است زودتر برسان خوده در یک استدیوی رادیو. من گفتم چرا؟ گفت چرایش برسان نکنه. داخل که رفتیم وضع بسیار خراب بود و زیر زمینی بره کل ما رفتیم زیر زمینی. چند نقبا دیدیم که بسیار زیاد دیگر رادیو زیر بمبار صورت گرفت و از اون بمای بیلری دور برش انداخت و ما فکر کردیم که کل ما میمریم دیگر. در موزه زمین تلفن داشت، من آنقدر تلفن کردم برای اولادان گفتم که در زیر زمین خدا بگیرم که وضعیت خراب است. خب در این لحظه بود که بم انداخت در پشت رادیو و کسایی که در اونجا بودیم در بر ما کلکینک های خود بود، شیشه شکست و چندین نفر ما زخمی شد و خونیزی کرد. نمیتونیم چی کنیم، خواهر کسیم اون یکان دسمالک هایی که داشت به حساب قدیم مردا زیاد دسمال می داشتن، اون دسمال ها را کشید، کسی که سگرد می کشت حتما یک لایتر هم داشت، او را گرفتن در دارم که هم جایی ببانم که خونریزی چی شود. ما کل ما اگه به ازلام اون تدابیه خودم می کنیم، یک دیگر می خواستیم کمک کنیم که یک دفعه یک سای مذهب در آمدنی زیر زمین. ما فکر کردیم که از طرف مطرح است، کل ما ترسیدیم، یکی به دیگه سوا کردیم که تسلیم نشه. یکی خوب سعید از اینه پایان آمد، ما کل می ایتا ترسیدیم، کل یکی بستا خدا بالا کردیم، گفتیم ما تسلیم. اون بیچار آمد، گفت نه، ایش گفت نیست، خورای گفت ما آمدیم خدمت تا رو بکنم. جمیله جان شیزاییت از همکاران سابقه دار، پرودیوسر موفق هم در جمع ما هستن. بسیار خوش آمدید جمیله جان نازنین. و خاطره ها و همکارای بسیار از این مناظرین خود یک گرفتم و یادآوری میکنیم از این خاطرات. خاطره ها بسیار زیاد است، نمیشه که نمیتوانم تفصیلات بکنم، ولی من خبر میتونم بگم که اولین همکاری خود ما با اداره هنر و ادبیات در اون زمان شروع کردم و مهم این بود که کار با راستان شروع نشد. اولین بخش تمثیلی که با من شروع نشد فقط یک جمله بود
که باید در پشت میکروفون ما بتانم که اون را تمثیل بکنم و بتانم که امون حالت کار تمثیل کنم که شدامنده او را احساس بکنم. بعد از این جا شروع شد و همکاری ما با اداره هنر و ادبیات که ما بتانم نام شبک دارم که یک تابوته بود و ما بسیار بسیار چیگاه از این دیره را آمود کنم که به ایجار سمدوی گفتم که فرهنگ کتابخانی در اون اداره بود و هر یک بیترین کتابهای ادبی را بیماندن و گزارش میدادن که سیان کتابه خواندن و از اونجا پروگرام های هزار یک شب از شهرهای جهان شروع شد که ادبی جهان شروع شد که او هم و این کتاب ها همشون طالع میشد بعد از سناریو نمیشتر میشد بعد از تمثیل میشد و همه تا گفتم که از یک جمله شروع شد تا به این که برنامه های ادبی را ما خواندیم در برنامه های پاشه های تنفیلی ثبت می شد فلم هنری ثبت می شد همکاری کردیم و همچنان حدود سر تمام برنامه های ادبی که این بیترین خاطرات دیگر بنابراین خوشحال هستم همکنبار مشهور ما هم خوشحال هستیم از دیدن شما خوش آمدین صفا آوردیم تشکر همکارای عزیزم بایدو چیری نازنین حتما آشناستن از 10-15 سال بعد این سو من نمیدو نازنین ها را همیشه در هر محفل در دوبای در ترکیه در کجا کجا که در ورشوهای تلویزیون آریانا بوده دیدیم در یک اتاق یک جفت نازنین یک جفت صمیمی که صمیمیتشان همیشه پایدار باشه خانم ملاله کوهستانی خانم ملاله کوهستانی هم یکن از نتاقان بسار ورزیدی زمان خود بودن خانم کوهستانی بسار خوش آمدین میشه که بر دوستا از دوری نتاقی چی برنامه ها رو پیش می بردیم کدام سال ها بود تا دوستای ما آشنایی بیشتر با شما حاصل کنم تشکر فری با جان سلامان ما تقریبا بسیار یک مدت کم 4-5 سال با باعث نطاق قراردادی و و اخبار رو دور خوردیم و برنامه های متعدد مثل برنامه مسابقات سینی یک سال خواند به من رای نجبه جان عیدت اونا پشتوش بخش پشتوش اجرا میکرد و من بخش فارسی شد و دیگه بعضی برنامه های از افشان از همه یا موسیقی و نقطه ها اینا و اخبار رو دور خانم ما چون معلم بودم با لیسی ملاله و با رادیو تلویزیون باعث نتاق قرار دادی استخدام شده بودم باز یک مدت بسیار کوتاه بودم بعد از بعد از اینکه ازدواج کردم و ارتقایم به دنیا آمد باز نمیتونستم دو استفر پیش ببرم باز رادیو را دیگه خداحافظی کردم مگر بسیار خاطرات بسیار خوش دارم از اون زمان دوستایی که در اون مدت کم داشتم تابمیان دوستم هستم خاطرات بسیار شیرین دارم که این وقت فراموش نمیشه نیبا جان دوستا همکارای ما از همیش با هم خاطرات خود دارن بسیار خوش اومدیم بسیار تشکر خب دیگر حال نوبت میرسه و کسی که برابر پنجه های دست خود هنر دارد و کمال نویسنده، شاعر، آوازخوان، نوازنده، اینان خلاصه یک دکتر و بهترین وظیفه را که انسانها را روح و روانشان تداوی میکنم من در باروی اصل قدیم بسیار صحبت ها دارم، بسیار خوبتر یاد دارم که از کجا آغاز کردن تا بالاخره امروز در اینجا رسیدن اما وقت هم است و هنرمندای ما هم منتظر هستند از او خاطر این بخش برنامه را به عهده از اونا می سپارم و ببینیم که با کمال ها و هنرهای خود امشب برای شما چی هنرنمایی می کنند به افتخار اسد بدین سلام به همه عزیزان سلام امشب جدا یک دوست گفت 30 سال جوانتر شدم من دیدم 15 ساله شدم تشکر یک میلیان 15 ساله سنی بود که رادیو تلویزیون رفتم به ایسه ممثل خردسال یا نوجوان کار میکرد خلاصه چیزی که از رادیو یادم است چند خاطری شیرین است از صبح که از طوله بابر شعر شروع میشد بعد از او پیام بامدادی بود
مثلا کرونه جوان یادم نمیره که هر وقت یک برنامه کرونه جوان اجرا میکرد در اول برنامه این همیشه صدای دروازه یک صدا داشت که نیفم چون رو هیچ پس نکرد نه او یک کس روغن داد که از او غینگست دروازه پس شود نه کس او رو تبدیل کرد تا آخر در کرونه جوان رو غینگی دروازه مانده بود تا اینکه شام میشد و بالاخره ما یادم میاد مده ایراد بودم ما رادیو درام و رادیو داستان هم بود که تلویزیون ما بود که در ذهن خود خلق میکرد یکی از هنرمندای نازنینی که من خودم میشناسم شکر خدا هنوزم حیات داره سنشم زیاد است که خدا زیادتر بسازه یک روز برای من فرصت چرا پشتو نمیخوایی؟ گفتم والا بسیار گپ خوب است که میخوانم گفت نی بچی همی ری رو پندک میدی گفت تو از پیشت خطا میخوانی این رفتم تمرین کردم چون او یک هفته هم روی ما ثبت داشت روز دیگه که پیشش رفتم گفتم که اینه اینا ما برات میخوانم بگو چطور است که میخواندم گفت نی 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 تو میار چه ریمی های پندک میدی راستی بعضی فهمیدم که این زبان شیرین بسیار نازکی ها داره که کس بلد نباشد امکان داره معنیش هم بگذاره گفت وقتی که من او کابل آمده بودم نابلد بودم امرای کابل گفت یک بایسکل داشتم از بایسکل افتادم پایم شکست خدا که چطور رفتم پیش دکتر دکتر گفت که صدر پا میشه پای تا گچ میکردیم صد کیچه هم همیشه پینجه رو بمیگی کاغل کن یک کسی دیگه هم از اون جالب است گفت بسیار جالب است که هر وقتی که در جلسات ایزبی میریم همه که شعار میدن مرگ بر امپریالیزم مرگ بر فناتیزم مجاید ما هم گفتم صدقه چون بگو مرگ بر روماتیزم کشت مرا بازو خنده میکنه بیم شاید هم در جای دیگه بود ما شعار جای دیگه میدادیم خب دوست عزیز من یعنی من صادفانه براتان بگویم من متاسفانه بین خانه و شفاخانه هستم هیچ امکان نداره، هیچ امکان نداره که در طول ماها اینقدر چهره عاشق و آشنا را میبینم از او خاطر از هر کدامتان هزار یک قصه دارم از نگاهتان، از لبخندتان، از رتبایی که داشتین، از دوستیهایتان، از مهربانیهایتان، از تننازیهایتان از او خاطر بر من جدا امشب هم برای همه گیتان احساس وطن میکنم چند آنگه ناچیز خدمتتان تقدیم میکنم امیدوارستم که خوشتان شهری که عاشق نداره بلا برده دوزخه خود دل عاشق خو بخو بهشتی جار کنم با مله مله جار زنم بگم که مردم عاشقم ترسی ندارم از کسی دل خو فدای یار کنم دل خو فدای یار کنم بیدار عشق و ای نازنین بیدارش کن ای نازنین تو برگ گلدار ای نازنین تو برگ گلدار من خوشتیم من پشت دیوار تاسو بشینم دیوار بلدم تا تو ببینم دیوار اما رویا که خواب سیاه
این
این دلک تون تون سینه گر احل تو با جنگ تو رو این دوان نیرنگ تو رو این دلک تنگ تو رو کسی نداره حبس دل من رفت به بیرون با خدا تو رو نمی پرستم قلب مرا نمونه بیرون با خدا تو رو نمی پرستم حبس دل من رفت به بیرون با خدا تو رو نمی پرستم قلب مرا تشریف بیارن تندیس احمد ظاهر پیکرتراش بسیار موافق و شناخته شده کشور که در هنر ابعاد وسیع دارن آقای وکیل نشاط آماده کردن تا به نمایندگی از همه شما به خاطر ارج‌گذاری از کارهای اسد بدی به اونا اهدا کنن. آقای نشاط لطف کنید. اصل جان بفرمایید. آقای نشاط تندیس احمد ظاهره اهدا میکنن برای اسد بدی. بسیار تشکر. بفرمایید. اما به هر حال این مهربانی بکنم که من گفتنی توفه را باید بدی بدون فکر میکنم که هر دوی ایدیا برای من عزیز است. یکی کنیز در مومن ما همه که از غنیمت روزگار است. بخاطر همه غنیمت یک کف بزنیم. ما تشکر به قدم رجع کردیم آقای رویگر. از آقای وکیل نشاط تشکر میکنم. اسد جان بدی کوتاه گفتنی دارم. خب من فقط یک چیز میخواستم بگویم در بین همه هنرمندا شاید نامستحقترین آدم باشد آقای وکیل جان نشاط. خواهش کردم که من دوست دارم یک تندیسی را برات هدیه بتم. کامل تصمیم شخصی شان است که یک دنیا تشکر از همه سخاوت هنرمندانی تان ممنون شما است. بسیار زیاد تشکر. ولی بازم تکرار میکنم که کوچکترین استحقاق ندارم. کامل این نظر شخصی خود نشاط نازنین و رویگر نازنین زحمت کشیدن آمدن. بسیار تشکر. ممنون و محبت شما. شما خوشی کردیم در شهر دارا تایید کردیم که دکتر شاید باید جایزه احمد ظاهر به دست بیاره. ما خوشبختانه که وزیر صدیم تشریف داشتن به شخصیت محترم و خیلی جان عزیز. یک دنیا تشکر از همه شما. من بازم صادقانه براتان میگم شاید هم از مخاطرم است که من بسیار آدم کمکاری هستم در دنیای موسیقی برزی که موسیقی سر و سلک کار دارد. هنرمندای نازی که هر کدامشان خواندن شب و روز زحمت میکشن شب و روز کار میکنن و مستحق اینا هستن. ولی که لطف کردین یک دنیای تشکر و برای من هزار و یک قبیله پر از مهربانی هستن. یک دنیا سپاس گزار. یک دنیا تشکر از همه ایشون. ممنون هم. ممنون شما. آقای اسد همدرد هم تحایف دارن میخواین اهدا کنن برای چند تن از همکارای ما و فراموش نکنم که آقای بدی
در برگزاری این محفل با آقای رزمی، آقای فروغی همکاری کرده، احساس صمیمانه که از شما سپاسگزار هستیم. آقای همدرد، شما بگیم که چی است در بین از این؟ همکارای عزیز، فریبا جان بسرا که چی است در بین از این؟ یک قصه برتم سال کوتاه کنم که یک وقت بیبی من قصه کرد که یک آدم یک صندوقچه داشت در سر خود میمان هر روز در بازار دوشنبه بازار چون بازار را میبرد اگر گفت صدا میزد هر کس بخرم درمان است هر کس نخرم درمان است ولی این کسایی را که ما برش توفه تیار کردیم اما خودش باز کنه که در بینش چی از درمان نمانه ولی شما نفهمید این را که چی هست شما در برمان بانی نمتون بزرگتان تشکر و میرسیم به آخرین بخش محفل امشب ما که حاوی آهنگ‌های نو، غزل‌های زیبا و هنر با آواز محبوب دلها محبوب الله محبوب هستم. هنرمند هستم که از سال‌های بسیار بسیار دور در بخش هنر موسیقی خدمت کردن. وظیفه اصلیشون فکر کنم انجینیر هستن، از پانزه انجینیری کابل فارغ شدن و با هنرمندان زیاد ما از جمله خانم هما آهنگهای دوگانه داشتن که همه آهنگهایشون ماندگار است. به افتخار محبوب الله محبوب. سلام علیکم. من بسیار خوش شدم که در این محفل بار دوم است که شرکت میکنم. آرزومند هستم خدا رو بهتر چندین سال از هم شرکت کنم. دیگه من در وقتای ما که بود خاطره نبود، من کنم خاطره نبود. در وقتای ما بود خواننده رو بگیدم خواندن رو دقیق بود. دیگه بازم اگر بلام خاطره یادم آمد بشه را خدمت کنم. خاطری شما رو بسنیم ایسا خانمی زمین اگوانی پشتون میشون برای نوزی شما یک پاشید. دست مخته منوه که همشم بسته آقام دست مخته منوه که همشم بسته Hey, hey, hey.
هم گنج دل هم حرمت Oh,
है तमन्ना मेरी क्यों बसाती है दुनिया मेरी पूछती है तमन्ना बसाई दुनिया में क्यों बनाया तमाम आशियां आज उठता है जिससे दुआ न समझे ये तेरी وزیر اقتصاد کلتور افغانستان مگر در زمان وزارت خود به ما بسیار محبت کرد مگر من قدر یک آدم تنبل بودم که با تمام محبت خود هیچ یک کار و اثر از خود نشان ندادم یعنی بسیار محبت کرد از این محبت تو کو وقت نتونست وزیر بدیم از تو می ترسیدم یک قانون بود در افغانستان وزیر میشه خود بر خود کل از می ترسیدم گپ همیش معلوم نبود اما حالا شما تشکر می کنم با آقای سلطانی واقعا که ما از زمان پروگرام اطفال در رادیو بود ولی همه دیگه گفتیم بسیار تنبه یک روز میگفتم چهار روز نید و آقای سلطانی از جمله کسایی بودن که این زمدار هنرمندا و خصوصا آوازخوانهای افغانستان بودن باز یک زمان استاد سلیم سرمست خدا ببخشه ازش خواستن که بعث رئیس هیئت هنرمندای افغانی یعنی خواننده و نوازنده کدام سفر به خارج کنه بازو یک دو سفر قبلا داشت بازو گفت نه امی هنرمند ها هستن مثل تکری به قصد هستن یک گیشه که میگیره دیگه شکت میزنن دیگه گیشه که میگیره دیگه مکت از یا چور نمیگیره ولی آفرین سلطانی شد که 20-30 سال سمباری از اینا را باوده داشت و خاطرش باز یک پر و اینان آرون یوسفی یعنی آرون یوسفی مجلس شما را خراب میکنه میگه خانرهای غلامعلی दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया इस करोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद رونو کس گریه کردن همه کنه رونو یعنی گریه کردن عشق رونو عشق رونو क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका हम है कि बहुत देर में बर्बाद किया हम अजीब ना बोलूं के चलो मैं बर्बाद कर दिया मैं हम अजीब ना बोलूं के चलो एक दर देर बर्बाद कर दिया चलो वक्त बर्बाद कर दिया हाँ उनका बस हाँ इस करोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया हमको किसके हमने मारा हमको किसके हमने मारा ये कहानी
تشکر از سوالی کنم غرب جانم بزرم بفتدیم به حتی خیلی میخواست برگزاری محفل امشب زحمات زیاد را بیشتر از 3 ماه متقابل شدن قدردانی کنیم
واقعا خوش گذشت و زحماتشون بی‌ارزش نبود. لذت بردیم در کنار هم از اینکه بعد از مدت‌ها همه شما را دیدیم. واقعا میلیون‌ها برای ما ارزش داشت که من شخصا از اسد بدی، آقای رزمی و آقای فروجی اظهار سپاس میکنم، از فاروق زرک، عزیز امیری که در بخش کمره بسیار زحمت کشیدن، از زبیر نیکبین که در بخش ساوند و اسد همدر، صبور کریمی، نجیب رهی، غلام نجرابی، آوازخوانای بسیار عزیز ما، از هر کدامشان تشکر، از تشریف آوری هر یک شما تشکر میتونم. امیدوار هستم که در آینده هم چون برنامه هایی را داشته باشیم باز هم زیر یک سقف.